در برنامه مجله علمی بهش پاسخ خواهیم داد. اما میهمانی که امروز در برنامه‌مون حضور دارن آقای دکتر مجتبی زارعی هستند، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز تحقیقات نقشه برداری از مغز و استاد متخصص در حوزه مغز و اعصاب. آقای دکتر زارعی سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، متشکرم از دعوتتون. خواهش میکنم آقای دکتر، اولا من راجع به رشته نقشه برداری مغز میخوام که بیننده ها باش بیشتر آشنا بشن. این رشته الان در دنیا به عنوان یه رشته مستقل داره تدریس میشه یا خیلی ها دارن توش تحصیل میکنن؟ بله، واقعا نقشه برداری مغز همونجوری که شما خودتون گفتید یه رشته کاملا جدیدی هست و به طور کلی از مجموعه روش ها و تکنیک هایی تشکیل شده که اون تکنیک ها و روش ها اطلاعاتی رو از مغز میگیرند که اون اطلاعات به صورت یک نقشه که عمل کرد و یا ساختمان مغز رو به صورت نقشه در میاره تشکیل شده. مثلا فرض کن یه نمونهش امارای هست که همین باش آشنا هستن، گرچه دستگاه همون دستگاهی که مردم میبینند ولی طریقه استفادهش، پروتکل ها و اون روشی که دیتا یا اطلاعات گرفته میشه یه مقدار فرق میکنه و اون چیزی که بیشتر فرق میکنه روندهای تحلیلی هست که روی اون اطلاعات انجام میشه و اونو بعد به صورت یه نقشه از باز عمل کرد یا ساختمان مغز در میارن. من نوار مغز باز همینجور، ثبت میدان مغناطیسی که در اطراف مغز همه ما هست همینجور و تکنیک های دیگری. یعنی از این تکنیک ها استفاده میشه، این تکنیک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره و به نوعی نقشه برداری مغز یعنی انجام میشه، درسته؟ اطلاعاتی که با این تکنیک ها به دست میاد مورد تجزیه و تحلیل ریاضی، آماری و با کامپیوتر قرار میگیره و حاصل اون یک تصویری هست که نشون میده که هر چیزی در مغز کجاست، اون قسمت یا اون ساختمان چه کار میکنه و در چه زمانی اون فعالیت خاص رو انجام داده. البته بالا آقای دکتر زارعی سالها خودشون چون در انگلستان زندگی میکردن، در دانشگاه آکسفورد، در دانشگاه ناتینگهام مشغول تدریس بودن. اما آقای دکتر اصلا چی شد که شما تشریف آوردید ایران و ایده راه اندازی مرکز تحقیقات نقشه برداری مغز اصلا عملی شد؟ بله، خدمت شما عرض کنم که این واقعا یه تاریخچه طولانی داره. من زمانی که در شیراز طب میخوندم، پزشکی عمومی میخوندم، اصلا تز دکترای من در مورد نقشه برداری مغز بود. اون زمان اصلا امارای هنوز کشف نشده بود، اختراع نشده بود. چند سال پیش؟ در قد میشه 1990، نه اون موقع تقریبا کنم 69 ایران میشه در قد 1960 ایران. 6 سال درست. اون زمان خب این ایده نقشه برداری بیشتر بر اساس تکنیک های نوار مغز بود که تحلیل هایش میشد و یه نقشه از مغز رو درست میکردن. البته پت اسکن یا پوزیترون امیشن توموگرافی هم اون موقع بود و روی اون هم کارهایی میشد، حتی در ایران ما نداشتیم. درش بیشتر تمرکز من بر روی استفاده از ثبت امواج مغزی و ایجاد نقشه بر اون اساس بود و این علاقه رو من داشتم. و طبیعتا وقتی که در خارج کشور رفتم و اونجا تحصیل کردم، تکنولوژی های جدید اومد و همزمان با وارد شدن MRI و استفاده از MRI برای نقشه برداری، من هم همینجوری با این تکنیک ها پیش اومدم تا اینکه خودم دیگه در مرکز به حساب نقشه برداری مغز در دانشگاه آکسفورد خودم اونجا دانشیار بودم و کار رو تحقیق میکردیم و همینجوری کار پیش رفت. بنابراین یه چیزی بود که من از قدیم بهش علاقه داشتم و تقریبا در سال 2006 بود که برای اولین بار من و یک گروهی از دانشمند دانشگاه آکسفورد به تهران اومدیم، در دانشگاه علوم پزشکی تهران. اولین 8 سال پیش بود دقیقاً. بله. اولین کارگاه نقشه برداری مغز رو یا امارای عمل کردی رو اونجا راه انداختیم و با استقبال روبرو شد و از اون به بعد با همکارا هر جوری میشد که همکاری هایی میکردیم تا حدود 3 سال بعد. در 3 سال قبل در دولت قبلی یه دعوتی شد از اینکه به حساب متخصصین خارج کشور به ایران دعوت شدن. هم فکری شد که اگه کاری میشه برای مملکت کرد انجام بدن.
بر اون اساس من یه پروپوزال، یک پیشنهادیه نوشتم که اینجور مرکزی به نام مرکز ملی نقشه برداری مغز باید تأسیس بشه، به خاطر که این واقعا رشته خیلی پیشرفت کرده در همین مدت کم. این پیشنهادیه مورد بررسی قرار گرفت در وزارت بهداشت، تصویب شد، در معاونت علمی ریاست جمهوری تصویب شد و از اون زمان بعد کار اداریش انجام دادیم تا اینکه به امروز به اینجا رسید. رسید و هفته پیش ما شاید 16 اردیبهشت ماه بود که مرکز تحقیقات نقشه برداری مغز افتتاح شد. آقای دکتر، توی مرکز چه تخصصایی حضور دارن و دارن کار میکنن؟ مرکز ملی نقشه برداری مغز واقعا یه جایی که در اون ما از همه کسانی که هر گونه تخصصی دارن که به نوعی به ما کمک میکنه یا به علم در حقیقت کمک میکنه استقبال میکنیم. اینها هم یه دامنه وسیعی دارن، چرا که این رشته رشته بینابینی هست، مالتی دیسیپلینری هست، از رشته بین رشته ای بین رشته های در اینتر دیسیپلینری، اونم درسته، از ریاضیدان، آمارگر، مهندس پزشکی، فیزیک پزشکی گرفته تا پزشکان متخصص مغز و اعصاب، روان پزشکی، جراحان مغز و اعصاب، همه اینها به نوعی گروهی رو که در این مرکز کار میکنن تشکیل میدن. طبیعتاً برخی از اینها بیشتر تمایل به کار تحقیقاتی در این زمینه یا دخالت در این زمینه دارن تا برخی دیگه و این چیز عجیبی نیست، در همین دنیا هم همینجوره. اکثر مراکزی که مرکز نقشه برداری مغز در دنیا در بیمارستان‌ها یا دانشگاه‌های پزشکی وجود دارن و اکثرشون هم به وسیله متخصصین مغز و اعصاب هدایت رهبری میشن. علت چیه که بیشترین استفاده رو در این تخصص داره یا بیشترین کاربرد رو از لحاظ اینکه کشفیات رو به دامنه خدمات بالینی و تشخیصی ببریم، این نورولوژیست ها یا متخصص مغز اعصاب بوده که دخالت کرده درش. و در مثلا نمونهاش دانشگاه همین آکسفورد که من بودم، ناتینگهام همینجور، در دانشگاه هاروارد، ماسچوست جنرال هاسپیتال هست، در تورنتو در بیکرست هست، در مونترال، مونترال نورولوژیکال اینستیتوت هست، در ملبورن همینجور، کمبریج به همین صورت، واقعا 10 جای اصلی تاپ دنیا مرکز نقشه برایشون در بیمارستان ها و اکثرا زیر نظر متخصصین مغز و اعصاب است. آقای دکتر زارعی، حالا همزمان دقیقا با این افتتاح این مرکز نقشه تحقیقات نقشه برداری مغز، یک همایش بین المللی، یعنی اولین همایش بین المللی نقشه برداری مغز هم در کشورمون افتتاح شد و البته میهمانان خارجی و صاحب نظران این حوزه حضور داشتن درش. در این کنفرانس، در این همایش چه اتفاقاتی افتاد؟ چه رایزنی هایی انجام شد یا سخنرانی های اصلی در مورد چی بود؟ خدمت شما عرض کنم که اولا هدف از این کنفرانس این بود که یه همفکری واقعا بشه بین صاحب نظرها در این زمینه و اینکه با این کنفرانس ما بتونیم بشناسیم افرادی که در ایران علاقمند به این رشته هستن و به نوعی تبلیغ شد برای این رشته، یا این رشته رو سعی کردید که بیشتر بشناسونید؟ دقیقا همین، هم ما رشته رو بیشتر بشناسونیم، هم که افرادی که تو این رشته علاقه دارن رو بشناسیم، برای که طبیعتا اینجور مرکزی که ما برای خودمون نمیخوایم درست کنیم، این برای مردم هست و از اونجایی که این مرکزی نقش ملی داره، از وظایف اصلیش این است که به تمام افرادی که در مملکت احتیاج دارن که از این وسایل و تکنولوژی ها استفاده کنن، ما ارائه خدمات بدیم. حالا این خدمات میتونه تحقیقاتی بشه، میتونه خدمات بالینی باشه و که احتمال قوی اکثرش هم خدمات تحقیقی خواهد بود. اولین هدف ما این بود. دوم این که همونجور که شما فرمودید، واقعا دانشمندی از خارج کشور رو برده بودیم، از آلمان، از هلند، از انگلستان، از دانمارک، از فنلاند، و اینها هر کدومشون در یک قسمتی از تکنیک های نقشه برداری مغز سرآمد بودند واقعا در دنیا و همین باعث شد که ما بتونیم دور هم جمع بشیم و یه مقداری هم فکری کنیم، استراتژی ها رو تعیین کنیم، یه مقدار زیادی کمک بگیریم ازشون که چه کارهایی رو ما میتونیم به چه صورت پیش ببریم. به هر حال در این شکلی نیست که یک اینجور مرکزی که این همه به تکنولوژی وابسته است مجبور هست که ارتباطات قوی و
ثابتی رو با مراکز تحقیقاتی بین‌المللی داشته باشه، برای که هدف ما اینه که تکنولوژی ترانسفر کنیم، یعنی انتقال فناوری کنیم از اونجا. اینا چیز نیست که بخوایم ما مثلا از ابتدا کشف کنیم، ما اون چیزی که تا حالا بهش رسیده شده رو منتقل میکنیم و بعد محققین خودمون رو، جوانان خودمون رو میذاریم تا اینی که آخرین مشکلات و مسائلی که در این زمینه هستن رو استش رو روش تحقیق بکنن، تا اینکه در خط مقدم علم قرار بگیرن و بعد از اونجا به تولید علم بپردازن.